مسئله انتظار هم که جزء لاینفک مسئله مهدویت است، از اون کلید واژه های اصلی فهم دین و حرکت اساسی و عمومی و اجتماعی امت اسلامی به سمت اهداف والای اسلام است. انتظار، انتظار یعنی ترقب، یعنی مترصد یک حقیقتی که قطعی است بودن، این معنای انتظار. انتظار یعنی این آینده حتمی و قطعی است، به خصوص انتظار یک موجود حی و حاضر. این خیلی مسئله مهمی است. اینجور نیست که بگوین کسی متولد خواهد شد، کسی به وجود خواهد آمد. نه، کسی است که هست، وجود دارد، حضور دارد، در بین مردم است. در روایت دارد که او را میبینن مردم همچنانی که او مردم را میبینه، منتها نمیشناسن. در بعضی از روایات تشبیه شده است به حضرت یوسف که برادران او را میدیدن، بین آنها بود، در کنار آنها بود، روی فرش آنها راه میرفت، ولی نمیشناختن. یک چنین حقیقت بارز، واضح و برانگیزاننده ای این کمک میکنه به معنای انتظار. این انتظار رو بشریت نیاز دارد، امت اسلامی به طریق اولا نیاز دارد. این انتظار تکلیف بر دوش انسان میگذارد. وقتی انسان یقین دارد که یک چنین آینده ای هست، همچنانی که در آیات قرآن هست، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. مردمانی که اهل عبودیت خدا هستند میفهمند، باید خود را آماده کنند، باید منتظر و مترصد باشند. انتظار لازمش آماده سازی خود هست. انتظار لازمش آماده سازی خود هست.